میگی، در عزیز، های عزیز، اجازه است گروه، یا، yeah. گود، اینجا یه چیزی بود که کسی اینجا برداشته، من مخصوصا اینجا گذاشته بودم. یا. گود. الان تقریبا دو ماه پیش بود، فکر می کنم یک ماه و نیم پیش، پیش بود که من شروع کردم در مورد متاباب پنج اینجا صحبت بکنم که خوشبال مسکینان در روح چون ملکوت خدا از آن ایشان است و تقریبا فکر میکنم سه هفته چهار هفته پیش بود دوباره این موضوع رو ادامه دادم که در مورد حیاتی که خداوند به ما بخشیده چطور بتونیم این حیات الهی رو ما زیست کنیم و زندگی کنیم و چه هدیه ای هست چه, چه میگم گنجی هست که خداوند به ما بخشیده و امروز هم میخوام این مطلب رو در میون بذارم چون میبینم که واقعا خدا در این زمانی که ما هستیم زندگی میکنیم خیلی ممنون نه این بود گود مرسی که دوست داره ما بیشتر عمیقتر بریم به عمق خود عیسی مسیح منم هم همینطور که الان هر چقدر سی و هفت سال من به ایمان به عیسی مسیح اووردم میبینم که هنوز اونقدر جا هست که بتونم با عیسی مسیح با شخص عیسی مسیح آشنا بشم و تقریبا ده سال پیش بود که فکر کردم که الان من چیزها رو خیلی خوب میدونم و هر چقدر ما بعد در مورد عیسی مسیح یاد میگیریم یا بیشتر نه فقط یاد میگیریم بلکه مکاشفه ها رو میگیریم یا وارد با فیض خدا خدا اجازه میده وارد قلب او بشیم یه هم متوجه میشیم که اصلا چیزی هنوز مثل اینکه یاد نگرفتن یا برای من هنوز چیزایی باز نشده از اون گنج از این زیبایی عیسی مسیح و اینجاست که میبینم که هر چقدر ما عمیق‌تر میریم توی قلب او یا در مسیح اونجا می‌بینیم دروازه هایی باز میشه مکان یا نمیشه گفت من نمیدم چطور توضیح بدم جاهایی باز میشه که نگاه میکنیم فکر فکر میکرده یه آشنایی دارم و الان متوجه میشی که چقدر خدای ما پدر آسمونی ما محبتش و فیضش و جلالش زیباییش اونقدر عظیمه که ما نمیتونیم در ما نمیتونیم بگنجه و نمیتونیم چیزایی دریافت کنیم این یه چیزی هست که خداست که باید باید به ما افشا کنه و اونجا اونجاست که ما کنجکاو میشیم و آرزو من اینه که واقعا همه ما کنجکاو بشیم و راضی نباشیم از این چیزی که دریافت کردیم ببینیم که خیلی خیلی چیزای عمیقتر هست که خدا میخواد ما رو به عمق خودشم هدایت کنه به شرطی که واقعا بتلوییم و بخوایم و هفته گذشتم نه دفعه گذشته که من موعظه کردم همین بود که سوال من بود که آیا واقعا دوست داریم بیشتر وارد بشیم به این عمق خدا عمق عیسی مسیح و به شما فقط میتونم قول بدم هایی که من دوباره شروع کردم به چشیدن میگم که چیزی دیگه بهتری وجود نداره الان دنبال چه چیزی بگردم و اینجاست که امیدوار هستم و دعای من و نسرینم همینه که واقعا کلیسا نه فقط کلیسا ما اصلا کلیسای جهانی واقعا چشمای دل ما باز بشه بدونیم که چه گنجی ما دریافت کردیم به این خاطر امروز هم موعظه امروز هم این بود آیا تمامی خزاین مسیح را میشناسیم آیا واقعا به این جای رسیدیم یا فقط کافیه ما میگیم که عیسی مسیح منجی من نجات دهنده من حیات جاودانی رو به دست آوردم گناه های من آمرزیده شده الان برم الان زندگی خودم رو انجام بدم اگر اینطوری فکر میکنی واقعا یه چیز رو از دست دادین یک چیز خیلی عظیمتر عظیم‌تر و پرشکوهتر که خدا میخواد به ما ببخشی یا بیشتر بگم ما رو بخشیده فقط ما باید دریافتش بکنیم آمین از این موضوع واقعا از خداوند فقط میتونم از هر روز تشکر کنم شک گذاری کنم هر دردی هر فشاری هر طوفانایی میاد مقابل او هیچی است و چقدر زیباست که ما رو تجربه کنیم نه فقط در مورد صحبت کنیم تو کلام میدونیم حیات. فقط حیات باید مکاشفه بشه زنده بشه با ما این خاطر در همینطور که در دوم پتروس باب یک آیه چار که ما صحبت کردیم و میگه که به واسطه آنها وعده های بینهایات عظیم و گرانبها ها وعده های عظیم و گرانبها ها به ما داده شده تا شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان هست خلاصی یابید یعنی از یک یک جایی که واقعا درد و رنج و فساد و خرابی خلاصی یابیم و اونجا وارد یه بخشی بشیم که اونجا طبیعت خداست که چون تو طبیعت خدا هیچ دردی هیچ ترسی وجود نداره سل صلح کامل آرامش کامل و اینجاست که ما باید اینجا تصمیم بگیریم آیا چی میگویم همینطور تا این شهفت های این, این, جهان اونجا هنوز زندگی کنیم منظور اینه که شهفت های این جه جهان فقط مثلا بریم واقعا گناه های عظیمی انجام بدیم همون در این خودخواهی زندگی کردن خودمهوری زندگی کردن اتوماتیک توی لجن های این دنیا میفتیم و متوجه نمیشیم و اینجاست که سوال ما اینه که یا سوال عیسی مسیح که تو کدوم حیات میخوای تو زیست کنی و خود عیسی مسیح همینطور در رومیان باب 8 آیه 13 و 14 اونجا به حال خیلی قوی صحبت میکنه فقط بعضی وقت ما میخونیم و فکر میکنیم آها مربوط به من نیست این برای شاید مثلا افرادی هستن که گناهکار هستن یا الان عیسی رو نمیشناسن اینجا میگه که زیرا اگر بر حسب جسم زیست کنیم یا بر حسب شهوت در جهان میتونیم بگیم زیست کنیم هر آینه خواهیم مرد لیکن اگر افعال بدن را به واسطه روح بکشیم همانان خواهیم زیست زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می شوند ایشان پسران خدا هستند پس اینجا میگه که هر کسی که تصمیم میگیره با فکر خودش با روشای خودش جسمانی خودش زندگی کنه نتیجه چیه بگین شما مرگ مرگ منظوری نیست که الان سکته قلب میکنیم میفتین مرگ یعنی اصلا کلا جدایی از تمام نعمت‌ها، ها تمام حیات تمام شادی و آرامشی که خداوند به تو بخشیده از اونجا قطع رابطه بشین این برای ما مرگه مسیح زیادی هستن که توی افسردگی زندگی میکنن توی تاریکی زندگی میکنن وابستی های خیلی زیاد به این دنیا شدن و اونجاست که مرگ دیگه مرگ رو یعنی حیاتی نیست امیدی نیست مسیح هایی میشناسم که واقعا میتونم بگم تعمید گرفتن اینجا و دیدیم که چطور خدا رو میپرستن بعد از دو سه سال چهار سال اینجا میان خورد و له شده و راه کج رو رفتن و شدن دوباره برگشتن به مواد مخطر و اونجا هستن دیوها هستن که میان خراب میکنن و شهادت خدا رو شهادت عیسی مسیح نابود میکنن و همینطور شاهد هستن چطور اینجا آمدن یادم هست اینجا پشت اونجا نشسته بودیم اینجا بعد از جلسه آمده گفته که من اینجا احتیاج من اینجا گرفتم دعا کردیم توبه کرد بازگشت کرد زانو زد خداوند از یک سان به یک سان عوض شد چهرهش عوض شد دیوها فرار کردن چون قدرت این خدا زمانی که ما توبه و بازگشت میکنیم میاد اون چه ما رو آزاد میکنه متاسفانه بعد از یک مدت این برادر رو دوباره ندیدم و فکر کردم الان چیز رو تشخیص رو داده در دنیا چطوره و همینطور هم در مسیحیت چطوره به این خاطر اینجاست که خدا میخواد ما رو دعوت کنه در این زندگی روح یا میتونم بگم حیات یا طبیعت خدا شریک هستیم در اون زیست کنیم و اینجا میگه که کسانی که روح خدا هدایت میکنن اونها واقعا پسران خدا هستن اونایی هستن که واقعا به اون جای رسیدن که شناخت به یه شناختی به خداوند رسیدن و گوش میکنن و روح ایشان رو هر روز هدایت میکنه اونا هستن که در طبیعت خدا زیست میکنن آمین و همینطورم هم خیلی مهمه که ما هم بدونیم یا یاد بگیریم یا بیشتر بدونیم علامه شناختی برسیم که ما طبیعت خدا رو ما نمیتونیم یاد بگیریم یه چیزی نیست که یاد گرفتن مثل یک تربیت ما نمیتونیم حیات... الهی خدا رو یاد بگیریم ما باید زیست کنیم من نمیتونم اون حیاتی که عیسی مسیح در این دنیا کرد نمیتونم یاد بگیرم برم پیش عیسی مسیح بگم عیسی مسیح میتونی به من یاد بدی چطور باید زندگی کنم چون کیفیتش فرق میکنه درخششش فرق میکنه قدرتش فرق میکنه جلالش فرق میکنه یه چیز الهیه میتونی تصور کنی؟ تنها راهی که ما میتونیم این طبیعت خدا رو زیست کنیم تنها راهی که هست اینه که از این آدم کهنه که در ما حکومت میکنه جدا بشیم تسلیم خداوند بشیم و همینطور که گفته اگه کسی که در قسمتی که ما خود در جسم زیست کنه هر آینه خواهد مرد یعنی ما باید قطع رابطه کنیم با اون زندگی قبلی زندگی گناهالود ما زندگی خودخواهی ما اگر این قطع رابطه نکنیم هیچ موقع ما نمیتونیم زندگی مسیر رو زیست کنیم یا طبیعت خدا رو زیست کنیم یه چیزی نیست دوباره میگم یاد بگیریم یادتون هست عیسی مسیح در مورد شراب که صحبت مد که گفته که کسی شراب نو رو در مشکای کهنه نمیریزد بلکه شراب نو در مشکای نو باید ریخت خدا نمیتونه بگم حیات خودش و حیات الهی خودش با حیات ما یک کنه که ما بتونیم زیست کنیم این حیات کهنه ما باید ورداشته بشه به این خاطر زمانی که ما توبه و بازگشت میکنیم مشکای تازه ساخته میشیم که روی القدس میاد اونجا باید ما رو هدایت کنه آمین به این خاطر خوبی اینه که زمانی که من به اونجا میرسم می من حیات طبیعت خدا رو نمیتونم زیست کنم پس اونجا باید تسلیم بشم من نمیتونم کپی کنم عیسی مسیح رو مذهب کپی میکنه مذهب میگه بیایم الان مثل مسیح زندگی کنیم که غیر ممکنه همینطور در این قسمتی که من فکر میکردم چطور میتونیم چطور میتونیم درست یاد بگیریم به این خاطر این لامپ رو اینجا آوردم همینطور فقط باید مقایسه کنیم این فقط برای این یک یک سمبولی هست یا یک یک مثالی هست میذارم تقریبا یک شمی که اونجا هست که اونجا هست مقایسه کنیم با یک لامپ هر دو نور رو منتشر ساتی کنند، اما شدت شدت اینا متفاوت, متفاوت هستند. میتونید عکس رو بیارین. اونجا یک لامپی هست یک شم فقط اون رو باید تیک کنی. خدا شکر شم و لامپ هر دو نوع را منتشر ساعت می کنند اما شدت متفاوت متفاوتی دارند اینجاست که این لامپ ساخته شده برای برق این لامپ خودش هم به درد نمیخوره و زمانی که به خودمون نگاه میکنیم تقریبا مثل یک شم میمونیم که برال روشنایی داره اینطوری ما به دنیا آمدیم فقط می‌بینی که روز به روز این شم خاموشتر میشه یا بیشتر میگم این واکسش کمتر میشه عمرمون از بین میره بعد اینجاست که خدا میخواد نشون بده الان همینطور که گفتم که در مورد شراب تازه و همینطورم هم مشکای, مشکای, تازه باید اینطوری نگاه کنیم اینجاست که خدا میگه که من میخوام این حیات الهی رو تو زیست کنی این ساخته شده که بدرخشه و تمام اتاق رو روشن کنه و احتیاج به برق داره و اینه که به ما حیات میبخشه پس یک لامپ نمیتونه یک برق یا یک لامپ نمیتونه بیاد اونجا سعی کنه یا ببخشون عوض یک شمی نمیتونه بیاد اینجا کنار این لامپ بیسته و میگه من سعی میکنم مثل لامپ بدرخشم متوجه هستین خیلی ممکنه عیسی مسیح خودش میگه در یوحنا باب 6 آیه 63 میگه که روح هست که زنده میکند یا حیات میبخشد ولی جسم فایده ندارد کلامی را که به من به شما میگویم روح و حیات هست روح هست که زنده می کند یا حیات می بخشد ولی جسم یا شم فایده نیست توشیش برکتی نیست یه زمان یک زمانی هست که یه درخششی داره توش حیات نیست و عیسی مسیح خودش میگه که کلامی که من صحبت میکنم روح و حیاته یعنی تقریبا مثل این که برقی هست اونجا که شروع میکنه به درخشیدن و اون موقع این دو, دو تا چیزایی که هست مقایسه میکنی موقع متوجه میشی که این لامپ احتیاج نیست کاری انجام بکنه جز از اینکه که بشه به برق هیچ زحمتی نیست برای این لامپ هیچ فشاری نیست این فقط و فقط باید وصف بشه به لامپ سوال اینه که آیا میخوایی مانند شمی زندگی, کنید کنی که همیشه میتوان آن را خاموش کرد یا مانند یک لامپی متصل به برق زندگی کنید یا مانند یک لامپی متصل به منبع برق زندگی کنیم منبع برق چیه الان اگر فیزیکی نگاه کنیم خدا نیروگاه برق است روح القدس این واسطه است که از اونجا نیرو برق نیروگاه برق میاد اینجا و ما این لامپی هستیم که باید وصف بشیم و بدرخشیم زمانی که این لامپ شروع میکنه به درخشیدن دیگه تقریبا همین میشه که ما طبیعت خدا رو زیست میکنیم این فقط یک مثالی هست این فقط میدرخشه فقط ما زیست میکنیم و برای تابش نور و زندگی زندگی خدا باید از زندگی نفسانی ما دست بکشیم تنها راه اینه که بتونیم طبیعت خدا رو زیست کنیم عزیزان و واقعا این سوالی هست که دفعه گذشتم هم سوال کردم کدوم حیات رو میخواین زیست کنین حیات گذشتهتون یا حیات جدیدی که خداوند به ما بخشیده یک سوالی هست که نه فقط یک بار باید در موردش فکر کنیم تقریبا هر روز که بیدار میشیم خدا به این فرصت رو میده کدوم حیات رو میخوای زیست کنی دوباره میگم برای تابش این نور و زندگی خدا یا طبیعت خدا باید از زندگی نفسانی ما دست بکشیم دست کشیدن یعنی چی یعنی بمیریم عیسی مسیح زمانی که میگه که هر کسی میخواد منو دنبال کنه صلیب خودش رو ورداره صلیب یعنی مرگ انسانیت کهنه هست مرگ منظور اینه که من دیگه خودم زندگی نمیکنم کنم مرگ یعنی جدا شدن از اون طبیعت کهنه مرگ یعنی از حق خودت چی میگن؟ بکساری به این خاطر اولین چیزی که عیسی مسیح در مورد ملکوت خدا صحبت میکنه میگه که خوش به حال مسکینان در روح چون ملکوت خدا از آن هست چیزی که خداوند از ما میخواد همون فروتنیه که به حضور خداوند بیایم بگیم خداوند جز از تو هیچ چیزی نمیخوام یا میتونی به شما بگم به یه،, به, یه، نت، به یه, شناختی از خودمون برسیم که واقعا بدونیم عزیزان ما درد، به درد خوردن نیستیم درسته؟؟ به درد نمیخوریم. نمی این سخته به زمانی که تو به اون جای رسیدی که متوجه شدی که تو به درد نمیخوری. اون موقع هست که خدا شروع میکنه در تو کار کردن. مرگ یعنی به شناخت اینه که اونقدر به شناخت خودت رسیدی که میدونی که به درد نمیخوری اون موقع فقط و فقط میتونی تسلیم بشی ما فقط یک حقی داریم تنها حق ما به عنوان مسیح این است که از حقوق خود دست برداریم این حق ماست که از حقوق خودمون دست برداریم میدونم این موعظه سختیه کسانی گوش دارن خواهند شنید متاسفانه اینطوریه که این موعظه هم که میکنم فکر نکنین الان من اینجا عنوان معلم اینجا هستم به شما تعلیم میدم این چیزی هست که مربوط به خودم هست مربوط به همه ما هست و کی ما این مکاشفه رو میتونیم بگیریم کی هست که واقعا میتونیم متوجه بشیم که ما به درد نمیخوریم مثل همون شمی که اینجا هست الان به درد میخوره شاید زمانی که اینجا یکم تاریک باشه یکم یک نوری یک روشنایی هست فقط به هیچ کسی حیات نی ببخشه و خدا است که میخواد ما رو به یه جایی ببره که اون گنجی که خودشه به ما ببخشه و تا ما اینجا زندگی کهنه خودمون رو نگه داشتیم نمیتونه این چیزایی که زیباتر پرشکوفتر است که حتی تصورهای ما نمیتونه یا حتی رویاه های ما نمیتونه تصور کنه اینو به ما ببخشه و هدیه های مالی نیست هدیه های چی میگن دست, دست زدنی یا لمسی نیست حیاته جلاله شادی مطلقه در یوحنا باب پنج آیه چل و میگه که شما, شما چگونه میتوانید ایمان آورید و حال آنکه جلال جلال از یکدیگر می و جلالی که از خدا واحد هست طلب نیست طلب نیستید شما چگونه می توانید ایمان آورید شما چگونه میتونین ایمان بیارید نه فقط به عیسی مسیح به این تمام این راسهای خدا حال آنکه جلال از یکدیگر رو میطلبید و جلالی را که از خدای واحد هست طلب نیستید این پشتش یک واقعاً یک مکاشفه زمانی که واقعا دنبال این هستیم که خدا جلال پیدا کنه پس چی میکنی دیگه دنبال جلال خودت نیستی دنبال این نیست که خودت رو ظاهر کنی یه چیزی رو نشون بدی زمانی که میای میگه خداوند میخوام تو جلال بیابی و میخوام نام تو برافراشته بشه در اینجا و در زندگی من اونجا پس پس باید هر جلالی که خودم در من هست هر حقی که در من هست این همه چیز باید بمیره به این خاطر زمانی که واقعا خدا رو با تمام دل جستجو میکنیم نه به خاطر اینکه به ما برکت بده بلکه خود عیسی مسیح رو جستجو میکنیم میخوایم با او با شخص او آشنا بشیم با شخصیت او آشنا بشیم شخصیت او رو زیست کنیم او موقع هست که ما حاضر هستیم فروتن کنیم اون موقع هست که میتونیم گناه های ما رو اعتراف کنیم اون موقع که هر خطایی میکنیم میتونیم بگیم درست مقصر من هستم فقط خودتون نگاه کنین چقدر ما اشتباهاتی میکنیم چقدر اونجا به حال کلیسا رو مقصر میبینیم برادر رو مقصر میبینیم دیگران رو مقصر میبینیم روی حق خودمون ایستادیم و اینجاست که خدا نمیتونه اینطوری در زندگی ما عمل کنه و چرا ما نمیتونیم فروتن کنیم خودمون رو چون یا از حق خودمون بگذاریم چون ما هنوز به شناخت مسیح به این گنج گنجی است که خداوند به ما بخشیده این حیاتی که خداوند به ما بخشیده هنوز شناختی نداریم ما هنوز نمیدونیم خدا چه چه گنجی به ما بخشیده با عیسی مسیح ما فقط دوباره میگم عیسی رو عنوان نجات دهنده میشناسیم که برای گناهای های ما مرده و زنده شده هنوز اون حیات رو نمیشناسیم به این خاطر میگیم چرا من باید از حق خودم بگذارم چرا من باید فشارا رو تحمل کنم منم باید جواب خودم رو بدم چون اون طرف رو نمیدونی چه زیبایی منتظر توست به این خاطر ما بیشتر خودمون رو دوست داریم عزیزان یعنی بیشتر نه خودمون رو دوست داریم بلکه حق خودمون رو دوست داریم ما معمولا خودمون رو دوست نداریم چون در نفس ما نگاه میکنیم خیلی خرابی میبینیم اگر اگر ما اون شناخت مسیر رو این گنج مسیر رو میشناختیم که در مسیح تمام خزاین حکمت و, و و و علم اونجا مخفی شده یک شنبه این کلیسا پر بود تمام سندلی ها اینجا پر بود و یه صف هم بود بیرون همه منتظر بودن چطور میتونن از این گنج استفاده کنن یا این گنج رو دریافت کنن اگه ما کلیسامون این کاری میکرد میگفته هر یک شنبه که شما میای اینجا هر شرکت کننده هزار یورو میگیره شما چی فکر میکنه آیا صندلی اینجا بود که خالی بود هر یک شنبه به یک شنبه هزار رو اونجا یه کسی اینجا انتظامات اینجا ایستاده وارد میشین هزار رو به دستت میذاره یا بیشتر نه اینطوری با برگشتن زمانی که بر میگردیم این حق بازی ها رو در ما هست میایم اینجا بر میداریم و میریم الان تصور کنین ما هزار اورو این روش کلیسا اینطوری می بود کلیسامون پر بود و همه اونجا ساعت دو اینجا منتظر بودن چطور میتونن وارد بشن چی؟ صد اورو به هر حال اونجا هنوزم حوصله ندارم فقط هزار اورو یه چیزی دیگه یه پول زیادیه الان ده هزار اورو می بود از دیشب همه اونجا صف می بستن. عزیزان واقعا یه چیزی جدی است واقعا در موردش فکر کردم واقعا دلم درد گرفت میگم که آیا عیسی مسیح از هزار اورو با ارزشتر نیست ده هزار اورو با ارزشتر نیست صد هزار اورو با ارزش با ارزشتر نیست اگه واقعا میدونستیم در عیسی چه گنجی هست اونجا می آمدیم و همینطورم هم نه از طریق تلویزیون یا از طریق اینترنت جمع می شدیم و میگیم باشه فردا نگاه میکنم چون فردا اینجا هزار رو نمیدیم همین امروزه کلیسا پر می شد یه کسی که واقعا دنبال اینه که مسیر رو جلال بده همینطور که قبل از این که گفتم کسانی که دنبال جلال خودش هستن ایمان میاره همینطور سوس میمونیم و فکر میکنیم ما مسیح هستیم درست نجات رو داریم فقط حیات رو نداریم حیات رو زیست نمی کنیم. و زمانی که دنبال واقعا جلال خدا هستیم و ارزش ایسا رو ارزش نجات ما رو واقعا برای ما مکاشفه شد از چه جهنمی خداوند ما رو نجات داده و چه حیاتی به ما بخشیده و در مسیح چه گنج هایی وجود دارن نه فقط یک شنبه به یک شنبه میاین بلکه اونجا کتاب‌های عالی تو کتاب تو چیز داریم تو میز کتاب داریم این تمام کتاب ها افرادی بودن که تجربه ها رو کردن نوشتن برای ما که زمانی که ما کتاب ها رو میخونیم جز از کتاب مقدس اون موقع خدا با ما صحبت میکنه ما الان با نسلین همینطور دو سه هفته پیش اونقدر کتابایی داشتیم اونجا پر شده بود الان گفتیم که چه کاری کنیم من الان نمیدونم چند صد تا صد و پنجاه تا کتاب‌هایی بود همه رو جمع کردم گفتم بیام اونجا به زبان آلمانی گفتم اینجا بیام برای آلمانی زبان حداقل اینجا بتونیم هدیه بدیم کلیسای ما در این قسمت خیلی فقیره ایلا گفتن که زیادترین کتاب هایی که در اروپا خریده میشه کلیسای آلفا بود سالها پیش که قبل از کرونا الان کسی کتاب نمیخره چرا احتیاج نداریم وقتش هم نداریم هفت ایرو باید پول بدم برین کتاب کتاب مقدس رو تو کتاب تو آلمانی بخرین کتاب نرمال زیر ۲۰ دف... زیر 20 ایرو کتاب پیدا نمی ما اینجا برای هفت اورو 9 اورو زیاده این نشانه اینه که دنبال جلال خودمون هستیم واقعا سرمایه گذاری نمی کنیم برای زندگی برای آینده برای شناخت خدا رو شناخت عیسی مسیح رو این درد بزرگه برای عیسی مسیح چرا خودمون رو دوست نداریم معمولا ما میگیم عیسی مسیح تو رو دوست داره باور کن عیسی تو رو دوست داره تو هم اینجا میگی یا ایسا دو من رو دوست داره ایسا من رو دوست داره من باور میکنم اعلام مثبت اعلام مثبت اعلام مثبت من محبوب خدا هستم و در ته قلبت باور نمیکنی کنی چون تجربه نکردی چرا؟ چون زندگی کهنه تو رو در آغوش گرفتی آخه چطور میتونی اون عشقی که در پدر در به وسیل ایسای مسیح به ما رسیده به وسیل رول قدس در آغوش بگیری اگه هنوز خودت رو نگه داشتی فقط ما که کاری میکنیم اعتراف مثبت و زمانی که یه فشاری میاد چرا ما دست پای خودمون رو گم می کنیم؟ چون باور نمی کنیم اون خدا ما رو با یک عشق الهی دوستمون داره چرا باور نمی کنیم؟ چون ما خودمون رو با ارزش نمی بینیم چرا میتونیم می تونیم خودمون رو ارزش خودمون رو ببینیم چون آدم انسانت کونا رو در آغوش گرفتیم از حق خودمون نمیگذاریم که زمانی که وارد این،, این،, حیات بشیم اونجاست که محبت رو دریافت میکنیم اون موقع است که ارزش واقعی خودت رو پیدا میکنی اون موقع میدونی چقدر عالی خدا تو رو خلق کرده چقدر زیبا خدا تو رو خلق کرده اون موقع هست که دیگه عشق عیسی مسیح میشی اون موقع هست که پولای خودت رو خرج میکنی کتاب اون موقع هست که صبح یا برای دعا شرکت میکنه اون موقع هست که ساعت سه اینجا چار شروع میشه ساعت سه میای شروع کنی دعا کردن آماده کردن امروز با خدا میتونم ملاقات داشته باشم ما در این طرف اینجا ایستادیم عیسی منو دوست داره من با ارزش من عیسی منو دوست داره من با ارزش هستم به این خاطر اینجاست زمانی که از حق خودت میکساری میمیری و میگی که من دیگه قطع رابطه میکنم این آلبرت کهنه رو با حق خودش با دانش خودش با هر چیزی که هست و میام اونجا دیگه تسلیم خدا میشم میام اینجا خدا من خوش به حال مسکینان در روح فروتن میشی و میگه خدا من چیزی نیست که از من بتونی استفاده کنی من خالی خالی هستم هر چیزی که دارم به درد نخوردنی هست اون موقع هست که خدا شروع میکنه بلند کردن اون موقع هست که شروع میکنی مسیر رو زیست کردن طبیعت خدا رو زندگی کردن اونجاست که واقعا وارد یک عشقی میشی که هنوز فکر نکرده بودی اون موقع از خیلی راحت میتونی از حق خودت بگذاری چون یه چیزی خیلی بهتری عظیمتری تو داری اون موقع هست عزیزان دست راستت نمیدونه دست چپت چی میکنه. اون موقع هست که برای خودت زندگی نمیکنی بلکه برای دیگران زندگی میکنی. اون موقع هست که سیلی به دست چپت میگیری میتونی دست رو نگه داری. این میشه طبیعت خدا رو زیست کردن که یک شم نمیتونه. اما زمانی که وز شدیم به این برخ اون موقع هست که اتوماتیک این حیات از تو جاری میشه و کار خداوند این عزیزان چرا سختی ها میان توی, زندگی ما چرا فشار ها میان که خدا تو رو به زانو هدایت کنه که تسلیم تسلیم بشی که متوجه بشی تو به درد خوردنی نیستی هیچ چیزی خوبی در تو وجود نداره تمام چیزهای خوبم آشخاله اون موقع ایسا رو خواهی چشید. به این خاطر همه ما هنوز حق خودمون رو بیشتر دوست داریم از ایسا. درد عیسی گناه ما نیست درد عیسی حق ماست که رویش استادیم خدا گناه ها رو خیلی زود میتونه ببخشه چیزی که ما رو از محبت خدا از طبیعت خدا جدا میکنه حق ماست و اینطوری هیچ موقع نمیتونیم به شناخت خودمون برسیم نمیدونیم چقدر با ارزشیم چقدر خدا طوری که منو خلق کرده دوستش دوستم داره در مزمور 43 آیه 4 اینجا میگه که نور و راستی خود را بفرست تا مرا هدایت نماید و مرا به کوه مقدس تو و مسکن های تو رساند آنگاه به مذبه خدا خواهم آمد به سوی خدایی که شادی و سرور و چی؟ سرور سرور و و رمی من است و تو رو ای خدا ای خدای من با بربت تسبیح خواهم خواند این آرزوی این فکر کردم شاید دعایی باشه که دعا بکنیم خداوند نور و راستی خودت رو بفرس که واقعا چشم من روشن بشه باز بشه و من رو به مسکن به مس، مس، تو یا به، به،, به, به کوه خودت هدایت کن به سوی خدایی که شادی و سرور و حرمی من است. زندگی من فقط تو هستی ایسا چیزی ندارم جز از تو. در مزمور 73 آیه 25 و 28 میگه که کیست برای من در آسمون و غیر از تو هیچ چیزی را در زمین نمیخوام. یعنی منظور اینه که هیچ چیزی در این دنیا نیست و هیچ چیزی در من نیست. که به من حیات شادی ببخشه هیچ چیزی در خودم نمی بینم که لیاقت داشته باشم زندگی کنم و غیر از تو هیچ چیزی را در زمین نمی خوام. و اما مرا نیکوس که به خدا تقرب جویم بر خداوند یهوه توکل کردم تا همه کارهای تو را به یاد کنم بیان کنم. من فکر می کنم. در این قسمت که خود و کلیسای خودمون هم شروع کنیم این مطابا به پنج همون که عیسی مسیح خودش اولی چیزی که گفت خوش به حال نه کنندگان نه رحیمان نه پاکدلان اونجا میگه خوش به حال مسکینان در روح همه چیز عزیزان از این مسکینان یعنی از این از این فروتنی شروع میشه فروتنی عزیزان یعنی مرگ زمانی که عیسی مسیح میگه که صلیب خودت رو بردار یعنی از حق خودت بگذار بمیر در اون زندگی کهنه تا بتونم این حیات که در منه بیشتر و بیشتر به تو ببخشم یا تو شروع کنی زیست کردن منظوری نیست که عزیزان بگم که شما الان فقط جسمانی هستین ما الان فقط در این قسمت اینجا قرار گرفتیم قسمتی اونجا هستیم دوباره برمیگردیم به اون زندگی کهنه به حق خودمون چون در زندگی روزمره ما تصمیمایی باید بگیریم رفتارهایی باید بکنیم فقط زندگی ما امیدوار هستم این موعظه کمک کنه به تک تک ما و به منم همینطور صبح به صبح واقعا حضور خدا رو جستجو کنیم صبح به صبح بگیم خداوند بفرستی نور و راستی خودت امروز امروز روز بیست و آپریله امروز من تصمیم میگیرم خداوند از حق خودم بگذارم امروز خدا من تصمیم میگیرم تو رو زیست کنم امروز اجازه میدم به تو در زندگی من وس بشی روح القدس امروز میخوام با تو راه برم امروز میخوام تو جلال بیابی امروز میخوام حتی آب رو من بره بره مهم اینه که مسیح برافراشته بشه زمانی که ما هر روز این دعا رو میکنیم هر روز به حضور خداوند میاییم و و ارزش وقت رو میبینیم بهش میدیم یعنی بهترین زمان رو به خداوند میسپاریم و اینو با تمام دل نه به خاطر اینکه پاستور گفته خداوند امروز نمیتونم نفس بکشم امروز نمیتونم زندگی کنم مگه تو مرکز زندگی من نباشی امروز تصمیم میگیرم هر اتفاقی در من در زندگی من میفته از تو قبول میکنم هر چقدر خوب باشه بد باشه و شما قول میدم عزیزان چطور خدا در این روزها که ادامه بدین محتاط میشین به او تی بدون او نمیتونین زندگی کنین و یه اشتیاق در شما به وجود میاد که دیگه مشکل به نمیدونم کلام خدا نخواهید داشت زود اطاعت میکنیم چون اطاعت نکردن مثل اینکه از محبت خدا دوباره جدا میشین اطاعت میکنی مطیع میشین زن و شوهر با هم در کلیسا اطاعت کردن چیزی سختی نیست اگه ما محبت رو داریم به این خاطر دعای ما امروز این باشه که هر روز صبح اگه این کلام با قلب تو صحبت کرد اگه تو دعا کنی واقعا با تمام دل دعا کنی خداوند بیا نشون بده که من به درد نمیخورم به من نشون بده که من هیچ چیزی در من نیست که تو لازم داشته باشی خود پولوس هم یادتون هست در, مد... در فیلیپیا با به سه اینجا گفته که همه چیز رو خار میشماسم من این بودم این بودم این بودم این بودم همه چیز رو خار میشماسم تا ایسا رو دریافت کنم متوجه هستین پس چی باید با چی گنجی باید باشه که پولوس یهو چشمش باز شده و میری که اینه و زمانی که هر روز صبح این دعا رو بکنین بیا به من نشون بده خدا نشون خواهد داد خرابی فکرا هر چیزایی هست و باید اونجا فقط اعتراف کنی بگیم خدا من بله مرسی به من نشون دادی و هر چقدر در این نظر خداوند من با نور خدا روح القدس به ما نشون میده و اون موقع مقاومت نکن اون موقع نجنگ قبول کن و خواهی دید چطور یواش یواش سمت اون مسیح این, این حیاتی که در تو هست این ظاهر میشه و زیبایی همینه که ما احتیاج نیست حیات رو دریافت کنیم این حیات مسیح در ما هست فقط این حیات شروع میکنه به زیست کردن این نور شروع میکنه به درخشیدن و اون موقع خودت شروع میکنی لذت بردن آمین با هم دعا کنیم شاید این آیه هم که تو قلاتی هم باب سه آیه بیست هم اونجا بود خود پولس در مدش گفته با مسیح مصلوب شده ایم ولی زندگی می کنم لیکن نه بعد از این بلکه مسیح در من زندگی می کند و زندگی در حال در جسم می کنم به ایمان به پسر خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد این تجربه بود که پولس کردگی من زندگی نمی کنم قطع رابطه کردم با زندگی گذشته الان تصمیم می گرفتم با این ایمان که او منو دوست داره زندگی کنم و اجازه بدم مسیح در من سیست کنه خدا من ممنون هستیم از این کلام ممنون هستیم خداوند که تو کلیسای خودت و اصلا کلا جوانی خودت خداوند در نور و راستی هدایت کنی خداوند و خواهش میکنم خداوند چشمای قلب ما رو باز کن که واقعا این پدر جان واقعا این گنجی که برای ما فرستادی واقعا ارزشش رو بدونیم ایسا واقعا ببخش ما رو که اونقدر با رفتارمون خداوند بی احترامی میکنیم هرچقدر با تو ما رو تو خودت از حق خودت گذشتی روی صلیب اونجا خداوند زندگی خودت رو فدا کردی ما که انسان هستیم از حق خودمون نمیخوایم بگذاریم و دعا میکنیم امروز هم ایسا هم از تو بیایی و چشمه قلب ما رو باز کنی خدا من این اشتیار به ما امروز این اشتیار رو در قلبمون اون که بدونیم که یک چیز خیلی بسیار عظیم و پرشکو منتظر ماست که هنوز ما اصلا دو مالش نرفتیم و دیگه بس کردیم دیگه فکر کردیم همینه مسیحیت همینه روی قدس تو بیا تو های قلب ما رو باز کن خداوند که خداوند واقعا یک روز این کلیسا پر بشه نه به خاطر اینکه پر شدن بلکه همه تشنهی تو باشن بیان اینجا خداوند این صندلی ها پر بشه چون میان اینجا میگن که آمدیم از این گنج های مسیح بچشیم میگیم به یکی که تو نان حیات هستی آمدم خدا من از تو بخورم تو چشمه هستی من آمدم از تو بنوشم و ارزش تو رو بدونن که غیر قابل مقایسه با این چیزهای دنیایی هست خدا من اینجا یک روز صف بسته بشه, بشه که افراد بیان شفا به دست بیارن چون در تو شفاست در تو آزادیه هر چیزهایی که هست در توست دریافت کنن خداوند و جلال تو اینجا دیده بشه نه انسان نه واعظ نه پاستور بلکه مسیح که همه چی هست ای خداوند این آرزو ماست منم خداوند احتیاج دارم خیلی زیاد روز به روز وارد این عمقهای محبت تو بشم خداوند بیا روح بیا تو خودت این کار رو در ما انجام بده امروز هاللویا خداوند. من خدا خوب میشه همینطور در این دعا باشیم عزیزان فکر میکنم یک کلامی نیست که الان قد کنیم بلکه الان همین نه میتونی خاموش کنی صدا رو خاموش کنی میخوایم الان وقت بذاریم یه دو تا سرود باید بخونیم و اینجا باید تصمیم های خودمون بگیریم تصمیم های خودت بگیری چه جوابی میخوایی امروز بدی چه چیزی که از بود که خدا با قلب تو صحبت کرد و بعد از این سرود ها اگر واقعا نیاز به دعا داریم بتونیم بیاین جلو و میگه من میخوام برای من دعا کرده من میخوام این حیات رو زیست کنم من میخوام قدرت خداوند بگیرم که بتونم از حق خودم بگذارم